سلام، من سید سپهر فرندی هستم، متولد سال 81، مدرسه شهید اهل حسین زنجانم، مدرسه شهید بهشتی درس خوندم و کنکور هنر دادم. من رتبه 1 شدم امسال کنکور هنر. خب اوایلش کمتر بود، مثلا مهر ماه با 8 ساعت شروع شد، ولی خب بعد از عید 12-13 ساعت هم رسیده بود تایم درس خوندن. مثلا شما مهمون داشتیم، اصلا خبر نداشتم که میخوان نتیجه ها رو اون روز بدن و دوستم بهم زنگ زد گفتش که برو سایت سنجش رو نگاه کن ببین چه خبره. رفتم اونجا و دیدم 1 شدم. خب اولش خیلی خوشحال شدم و به خانواده‌ام گفتم، اونا خب خیلی خوشحال شده بودن. لحظه اول واقعا خیلی خوب بود. بله، در دبیرستان ریاضی فیزیک خوندم. معدل سال 12 من 19.37 سالم بود. بله، من کوچیکتر که بودم، کلاس 5-6 اینا بودم، موسیقی و گیتار رو شروع کردم و از اون موقع تا الان همون تصمیم گرفته بودم که تو رشته هنر تحصیل کنم. در جشنواره آوای امید 3 بار مقام اول کسب کردم، 1 بار در مسابقات کشوری قزوین و 2 بار هم در جشنواره ملی موسیقی جوان رتبه 2 را کسب کردم. 10 سال دیگه امیدوارم که بتونم در زمینه موسیقی و به خصوص نوازندگی و آهنگسازی پیشرفت بکنم و دوست دارم که آهنگساز خوبی بشم. رشته‌ای که میخوام انتخاب بکنم دانشگاه تهران نوازندگی موسیقی جهانی هستش. شبکه اجتماعی عمدتاً استفاده میکنم همون اینستاگرامه، جای دیگه شبکه خاص دیگه من عضو نیستم و بیشتر اینستاگرام استفاده میکنم. تو دو کنکور نه، اینستاگرامم بی اکتیو بود و استفاده نمیکردم چون تمرکزم روی درس بود. خب بعد از کنکور دوباره فعال شدم. خب اگه من شهردار زنجان بودم، خب دوست داشتم که، نمیدونم شهرداری چقدر توی این قضیه عضوه، ولی دوست داشتم که در زمینه مدارس و در زمینه علمی، خب هنرستان‌های زنجان متاسفانه یک مقدار کم اهمیتی میشه بهشون و شاید این امکانات لازم رو ندارن و اگه امکانات لازم رو پیدا بکنن و جدی‌تر گرفته بشن میتونن که نتیجه‌های خیلی بهتری بدن در سال‌های آینده. و من تقریبا میتونم بگم کلاس 9 بودم، یعنی وارد دوره دوم دبیرستان نشده بودم که میخواستم کنکور هنر بدم، تصمیم گرفته بودم و خب داده بودم که برم هنرستان یا اینکه همون رشته ریاضی فیزیک برم. تصمیم گرفتم که رشته ریاضی فیزیک برم و خب از جنبه‌های مختلف خیلی خوب بود. درس ریاضی فیزیک من خب خیلی قوی شده بود، توی درس ترسیم فنی راحت‌تر از مثل سوالا برمی اومدم و خب فایده‌ای خاص خودشو داشت. من تصمیم گرفتم که دبیرستانم رو رشته ریاضی بگذرونم و ولی از قبل واسه کنکور هنر آماده می‌شدم. خب هنر تعریف‌های مختلفی ازش می‌کنن، ولی تعریفی که من خودم از هنر دارم توی دلم، به نظر من هنر رو یک واژه تعریف می‌کنم، یک سرپناه. هر وقت که ناراحتم، هر وقت که دلم گرفته، هر وقت که دنبال جای فرار میگردم، فقط به موسیقی، فقط به هنر میتونم پناه ببرم، نه جای دیگه. واسه من هنر به معنی سرپناه، به معنی خانه است. من موسیقی خونه منه در واقع. تعریف خوشی که از موسیقی میکنن اینه که هماهنگ کردن اصوات به گونه این که صدای خوشایند ایجاد بشه، ولی حقیقتش اینه که فراتر از این حرف هاست. احساس، عاطفه، تا وقتی که توی موسیقی نباشن، موسیقی از لحاظ فقط نمیشه دید ریاضی و دید فنی به موسیقی داشت. موسیقی سرشار از احساس باید باشه و در واقع میتونیم بگیم که یک نقطه تلاقیه، نقطه تلاقی از ریاضیات، علم و از طرف دیگر احساسات و هنر. یه جوری میشه گفت که یک مرز مشترک موسیقی به نظر من. خب متاسفانه مسئله‌ای که وجود داره اینه که تو هیچ دانشگاهی توی زنجان رشته موسیقی ارائه نمیشه و من خیلی دوست دارم که این رشته موسیقی، نه فقط رشته موسیقی بلکه همه رشته‌های هنری توی زنجان ارائه بشن و خیلی خوب ارائه بشن. دوست دارم که زنجان اگه یک روز در توانم باشه، دوست دارم زنجان بشه قطب هنری ایران. موثرترین فرد زندگیم، بهتر بگم موثرترین افراد زندگیم، میتونم خانواده‌مو بگم اول از همه، چون همیشه حمایت کردن. رشته هنر رشته‌ای که یه مقدار خب دید نسبت بهش بده، ممکنه که بگن چرا این رشته رو میخونی، ولی خب خانواده من به نظر من احترام گذاشته، من حمایت کردن و بدون حمایتون اصلا نمیتونستم توی این مسیر پا بذارم، نمیتونستم موفق بشم. خیلی از من ممنونم.
من دو تا معلم موسیقی داشتم، یکی آقای سارنگ جابری که همون توی زنجان هستن، ایشون اولین استاد من بودن و خیلی از ایشون ممنونم. ایشون مسیر زندگی من عوض کردن و دومین نفری که خیلی خیلی رو مسیر زندگی من تاثیر گذاشتن و همیشه منو توی مسیرم محکمتر و مطمئنتر کردن، آقای دکتر مهداد پاکپاس هستن که از هر دوتاشون خیلی ممنونم. ورود من به زمینه هنر، خب گفتم که من تقریبا میتونم بگم کلاس پنجم یا ششم، این 10-11 سالم بود که رفتم کلاس موسیقی. خیلی اتفاقی بود، یعنی خیلی عادی، مثلا خانواده گفتن که بریم کلاس موسیقی ثبت نامت کنی، منم گفتم بابا ولش کن چیه و این حرفا، ولی خب وقتی رفتم شروع کردم و لحظه به لحظه همه چی واسم تغییر میکرد و هر قدم که جلوتر میرفتم بیشتر علاقه من میشدم، تا اینکه دیگه واقعا مطمئن بودم این چیزی که من میخوام بقیه عمرمو صرفش بکنم. موزارت نابغه، یک نابغه هست موزارت. همین زنجان وطن، زنجان واسه من همیشه وطن هست و خواهد بود، هر جا که باشم فقط زنجان وطن خودم میدونم. همین زبان ترکی، زبان ترکی عشق، عشق زبان مادری من و فقط میتونم کلمه عشق مقابلش بذارم، نه چیز دیگه. گیتار همدم زندگی من، همدم زندگی من. رشید بهبودوف یک الگو برای همه. شجریان افتخار ایران زمین. نوت موسیقی الفبای زندگی به نظر من. زندگی بدون موسیقی معنی نداره و نوت موسیقی هم الفبای زندگی هست، نه الفبای موسیقی فقط نیست، الفبای زندگی هست. من زنجان چخ سورم، زنجان مردم دا بله لاب چخ سورم. یاشاسی نظربایجان.